حضرت عبداللہ ابن عمر ایک روز به رای می رفتن، نافه که شاگردش بود خیلی کوچک بود، نوجوانی بود، به سن بلوغ نرسیده بود. ناگان صدای ساز را میشنود، این از دو انگشت خود را داخل گوش قرار میدهد و من طوری می رود. از نافه سوال میکنه صدا را میشنوی؟ میگه بله. آخر میگه نه، دستای خود را بر میدارد. میگه از من سوال نکردیم، من به امرای پیغمبر یک روز یک جایی میرفتیم، همین طوری صدای را پیغمبر شنید، دستای خود را در گوش قرار داد. من طفل بودم، از من سوال میکرد. عبدالله ابن عمر فرمود رسول الله سوال میکرد که اتسمع، میشنوی؟ میگه بله. بعدن وقتی گفتن نمیشنوم، دست خود را از گوش، از گوشایش خودش دستای خود را بیرون کرد. و علما در زمینه امین میفرمایند که ناگهان اگر انسان یک جای صدای شنید، صاحب کند که اون صدا را نشنود، حالا پنبه داخل گوشش قرار میدهد یا دست داخل گوش میگیرد، از اونجا رد بشود. و اذا مروا باللغو مروا کراما، معنیش همین است. قرآن میگوید و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی که از کنار این لغویات، از این مسائل رد میشوید، با عزت از اونجا رد میشوید. در کتاب الکرایه عبارتش این است که ومن دنیا الی ولیمت، یکی را به یک عروسی دعوت کردن، یک شخصی را به عروسی دعوت کردن، ومن دنیا الی ولیمت وجد ثم لعبا، اونجا رب دید که بله بند و بساطی هست. اصل بحث را در الله مرغینانی این طوری میارن، میگه از خانه اگر خبر داشت که اونجا بند و بساط و این چیزا هستند، برای هیچ مسلمان جایز نیست که برود، چه عوام چه خواص، برای اونا جایز نیست که بروند اونجا. اگر از اینجا رفت، اونجا که رسید دید که این بند و بساط و جاد و ساز و این چیزا هستند، میگوین این شخص از دو حال خالی نیست. یه کسی است که انسان ها به عنوان رجال مذهب و دین اون را میشناسند، میگن اگر از اون افراد بود و دید که اونجا بله بند و بساط و منکرات هستند، میگه که دستور بدهد که اونا را جمع بکنند. اگر جمع کردند و بند و فساد جمع شد، برای این جایز است که اونجا غذا بخورد. اگر نه که بند و بساط جمع نکردن، گفتن نه این جمع نمی شود. میگوید اگر از عوام الناس بود فقط میتونه غذا بخورد، اونجا ننشیند، اما اگر از حواس بود در هدایت میاد که اونجا ننشیند. ملای بود، عالم بود، حاجی بود، انسان معتبر دینی بود، میگه جایز نیست که اونجا غذا بخورد. میگه چرا؟ الله مرغینانی شنین میگویند، میگویند که این اگر اونجا بنشیند غذا بخورد، مردم برای گناه کردن جری میشوند. میگویند بله اگر این بد بود فلان عالم، فلان مولوی، فلان حاجی، فلان صوفی نمی آمد اینجا، فلان تبلیغی نمی آد اینجا، نمی نشست، پس این جایز هست، درسته. میگویند فی ذلک شین الدین، بدنام کردن دین هست، پس جایز نیست برای عالم، برای مقتدا که اونجا بشیند، باید مجلس را ترک بکند.